سرخط خبرهای 24 مهم. نماینده چین در نشست مشورتی مسکو: آمریکا مسئولیت بازسازی افغانستان را بر عهده دارد. نشست مشورتی مسکو درباره افغانستان آغاز شد. خبر فوق‌العاده مهم و میلیون‌ها تاج در داخل و خارج کشور. نماینده چین در امور افغانستان میگوید آمریکا باید مسئولیت بازسازی افغانستان را بر عهده بگیرد. یوشیا هونگ در نشست مشورتی مسکو خطاب به شرکت کنندگان گفت که ما باید از ایالات متحده بخواهیم که دارایی‌های مسدود شده افغانستان را هم بازگرداند. چین که روابط نزدیک با طالبان دارد معتقد است استراتژی آمریکا در افغانستان شکست خورده است. نماینده چین افزود ایالات متحده منشای مشکلات امروز افغانستان است و آنها باید اصل بازسازی افغانستان را بر عهده بگیرند. در این نشست نماینده ازبکستان و روسیه نیز خواهان آزادسازی دارایی های افغانستان شده است. نشست مشورتی مسکو درباره افغانستان آغاز شد. نشست مشورتی مسکو درباره افغانستان آغاز شده است. نمایندگان روسیه، چین، هندوستان، ایران، پاکستان، قزاقستان، قرقیزستان، تاجیکستان، ترکمنستان و ازبکستان در این نشست حضور دارند. آشتی ملی در افغانستان، حکومت فراگیر، صلح و ثبات در افغانستان و امنیت منطقه از موضوعات این نشست است. پیشتر ماریا زاخاروا سخنگوی وزارت خارجه روسیه نیز گفته بود توجه ویژه این نشست به آشتی ملی در افغانستان خواهد بود. طالبان برخلاف سال گذشته در این نشست دعوت نشدند. نشست مشورتی مسکو درباره افغانستان در 20 اکتبر سال 2021 برگزار شده بود. در این نشست یک هیئت طالبان به ریاست عبدالسلام حنفی معاون رئیس الوزرای طالبان حضور داشت. تشکیل حکومت فراگیر از آجندای اصلی نشست سال گذشته بود که هنوز در افغانستان عملی نشده است. طالبان از اینکه در نشست امروز دعوت نشدند انتقاد کردند و گفتند بدون حضور آنان بحث در مورد افغانستان در نشست مشورتی مسکو ناقص است. سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه در پاسخ به این انتقاد طالبان گفته هیچ رایزنی در بین نیست و کشورش نتایج نشست مشورتی مسکو درباره افغانستان را به طالبان خواهد گفت. افغانستان انترنشنال گزارش می‌دهد نماینده تاجیکستان در نشست مشورتی مسکو از کشتار تاجیک‌ها در افغانستان ابراز نگرانی کرد. این نماینده در این نشست گفت که کشتار گسترده تاجیک‌ها در پنجشیر و مناطق شمالی افغانستان مشهود است و آنها هر روز به بهانه همکاری با جبهه مقاومت ملی کشته می‌شوند. پیش از این گزارش‌های مستندی هم به افغانستان انترنشنال رسیده بود که این گروه شمار زیادی از مردم را در مناطق شمالی به اتهام همکاری با جبهه مقاومت ملی کشته‌اند. نماینده تاجیکستان به سخنان ریچارد بن گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل اشاره کرده و آن را نگران کننده خواند. ریچارد بن چند پیش در سفر به افغانستان به ولایت پنجشیر رفته بود و از نقض حقوق بشر در منطقه ابراز نگرانی کرده بود. نماینده تاجیکستان میگوید وضعیت کنونی افغانستان پرسش‌های متعدد را مطرح می‌کند و لازم است ریکارد بسیار متعادل و متاتانه درباره این کشور اتخاذ شود. این اظهارات او در حال است که نمایندگان دیگر کشورها در این نشست خواهان آزادسازی دارایی‌های افغانستان توسط آمریکا شدند. نماینده تاجیکستان تاکید کرد در بیش از 14 ماه از تسلط این گروه بر افغانستان هیچ تلاشی برای تحقق وعده‌ها نشده است. او افزود موضوع ایجاد یک دولت فراگیر در افغانستان با مشارکت دیگر اقوام و جریان‌های سیاسی نه تنها هنوز حل نشده که حقوق دیگر اقوام به شدت نقض می‌شود. طالبان تاکنون در مورد اظهار نظر نکردند. گزارشی بود از سایت رسمی افغانستان انترنشنال. ملل متحد به ایران: معترضان را از بند رها کنید. سازمان ملل متحد روز سه‌شنبه خواستار آزادی فوری هزاران نفر شد که به دلیل شرکت در تظاهرات مسالمت آمیز در سراسر ایران بازداشت شدند. جرمی لارنس سخنگوی دفتر حقوق بشر ملل متحد به خبرنگاران گفت ما از مقامات ایرانی می خواهیم که فوراً همه کسان را که در ارتباط با تظاهرات مسالمت آمیز بازداشت شدند آزاد کنند و اتهامات علیه آنها را لغو کنند. این مقام ملل متحد گفت قانون حقوق بشر از حقوق مردم برای تجمع مسالمت آمیز و آزادی بیان حمایت میکند. پس از مرگ مهسا امینی، زن 22 ساله کرد در بازداشت پلیس گشت ارشاد ایران، تظاهرات گسترده در سراسر آن کشور آغاز شد و این اعتراضات
یکی از بزرگترین چالش‌هایی است که رهبری ایران پس از انقلاب 1979 میلادی با آن مواجه شده است. لارنس گفت که بیش از 1000 نفر تنها در تهران به خاطر دست داشتن در اعتراضات متهم شدند. این افراد با اتهامات مانند تحریک به کشتار، آسیب رساندن به نیروهای امنیتی، پخش شایعات علیه رژیم و وارد کردن خساره به ملکیت‌های عامه مواجهند. قوه قضایی ایران روز یکشنبه 13 نوامبر نخستین حکم اعدام مرتبط به اشتراک در تظاهرات را صادر کرد که تهران آن را اغتشاش خوانده است. در همین حال 9 نفر دیگر نیز به جرایمی که مجازات اعدام دارند متهم شدند. بر اساس معلومات وبسایت قوه قضایی ایران، محکمه در تهران یک فرد را به جرم با آتش کشیدن یک مرکز دولتی، اخلال در نظم و آسایش عمومی، اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم بر ضد امنیت ملی، محاربه و فساد فی الارض محاربه از طریق با آتش کشیدن یعنی تحریق و تخریب عمدی به اعدام محکوم کرد. لارنس در مورد گفت مقامات به جای باز کردن فضا برای گفتگو در مورد شکایات مشروع به اعتراضات بی پیشینه با شدت بیشتر پاسخ می‌دهند. جرایمی که به طور مستقیم و عمدی منجر به مرگ نمی‌شود هرگز نمی‌تواند مبنای برای اجرای مجازات اعدام باشد. سخنگوی دفتر حقوق بشر ملل متحد از مقامات ایران خواسته است تا فوراً مجازات اعدام را تعلیق کنند، از صدور حکم اعدام خودداری کنند و احکام صادر شده اعدام را برای جنایتی که جدی محسوب نمی‌شدند لغو کنند. لارنس با اشاره به تلفات ناشی از تظاهرات اخیر در ایران گفت تا 12 نوامبر استفاده بیش از حد از زور توسط نیروهای امنیتی منجر به کشته شدن حداقل 326 نفر از جمله 43 کودک و 25 زن شده است. شمار از نیروهای امنیتی ایران نیز در جریان تظاهرات سرتاسر در آن کشور کشته شدند. شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در 24 نوامبر نشست فوری درباره ایران برگزار می کند و حامیان اعتراضات در این نشست بر تحقیقات بین‌المللی در مورد سرکوب مرگبار اعتراضات تاکید خواهند کرد. ایران بر کردهای ایرانی مستقر در عراق با میزایل و درون حمله کرد. نماینده ویژه ایالات متحده در امور ایران روز دوشنبه گفت که سرکوب معترضان توسط حکومت ایران و فروش طیاره‌های بی‌سرنشین برای روسیه تمرکز آمریکا را از احیای توافق هسته‌ای ایران دور کرده است. حملات میزایلی و درون توسط ایران در حال صورت گرفته است که این کشور از حدود 2 ماه به این سو با مظاهرات گسترده ضد حکومتی مواجه شده است، مظاهراتی که پس از مرگ مهسا امینی زن 22 ساله ایران در آن کشور آغاز شد. تهران کردهای ایرانی مخالف حکومت آن کشور را که در شمال عراق بسر می‌برند مسئول اعتراضات ضد حکومتی قلمداد کرده است، اعتراضاتی که مقامات ایران آن را اغتشاش نامیدند. طارق الحیدری یک مقام کردستان عراق به خبرگزاری فرانس پرس گفت که در حملات روز دوشنبه 5 میزایل ایرانی ساختمان را هدف قرار دادند که حزب دموکرات کردستان ایران از آن استفاده می‌کرد. وزیر صحت این منطقه خودمختار عراق گفته است که در این حمله 1 نفر کشته شده و 8 نفر دیگر زخمی شده است که همه آنان کردی‌های ایران هستند. در همین حال حتی سقزه یکی از رهبران حزب کمونیست ایران گفته است که 4 حمله توسط طیاره‌های بی‌سرنشین یکی از پایگاه‌های مربوط حزب کمونیست ایران و گروه ملی‌گرای کرد ایرانی را در منطقه زرگویز عراق هدف قرار داده است. سقزه گفته است که این گروه مخالف ایران از قبل در مورد حملات قریب الوقوع هشدار داده بود و پایگاه‌های خود را قبل از این حملات تخلیه کرده بودند. با گفته او در این حملات کسی کشته و زخمی نشده است. وزیر خارجه عراق موقت دوشنبه حملات ایران بر قلمرو کشورش را به شدت محکوم کرد و گفت که این حملات تجاوز به حاکمیت عراق است. محمد تقی اوسانلو یک مقام سپاه پاسداران ایران حملات اخیر بر کردستان عراق را تایید کرد و گفت که افراد به هدف حملات قرار گرفتند که تروریستان بودند که در اغتشاشات چند ماه فعال بودند. تشکر که تا این دم با ما بوده. تا ویدئوهای بعد شما را به خداوند یگانه می سپارم. شب و روزتان خوش. الله یار و مددگار همه شما باشد.